سلسیوس نشون میدن. میایم تو چند تا دمای مختلف، مثلا تتا 1 حجمش رو پیدا میکنیم میشه وی 1، بعد تو دمای تتا 2 دوباره حجمش رو حساب میکنیم میشه وی 2، حالا مثلا ستا تو دمای تتا 3 حجم اینو انتخاب میکنم، چیز محاسبه میکنم میشه وی 3، هی هوا رو سرد میکنم یا حالا گرم میکنم حجمش زیاد میشه، فرق نمیکنه. خلاصه تو چند تا دما حجم گاز اندازه میگیرم، بعد میام نمودارش رو میکشم. یعنی دقیقاً همین جوری به همین سادگی نمودارش که میکشم میبینم آقا حجم گاز بر حسب دما این شکلیه. تو دمای صفر سل وقتی با تتا نشون دادم یعنی سلسیوس، سلسیوس تو دمای صفر سلسیوس مثلا یه حجمی داشته، بعد تو چند تا دمای مختلف تتا 1 و تتا 2 تتا 3، حالا چه دما رو زیاد کنید چه کم کنید، مهم این که سه تا نقطه است، سه تا نقطه به دست میاد، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، بعد اینا رو به هم وصل میکنن میبینن که یه خط شد. پس این نقطه ها همشون روی یه خط هن. بعد اومدن بقیه شد دیگه آزمایش، تا اینجا به قول خودشون اکسپریمنتاله، یعنی تمرین میکنن، آزمایش میکنن، تجربه میکنن. از این به بعدشو اومدن رو کاغذ تئوری حساب کردن، گفتن خب آقا حالا ما تو واقعیت زورمون نمیرسه دما رو خیلی سرد کنیم، مثلا دستگاهشو نداریم، ولی تئوری اگه ما میتونستیم سرد کنیم و با فرض اینکه این به صورت خطی ادامه پیدا میکرد چقدر سرد میکردیم که حجمش بشه صفر؟ اینو بچه ها معادل خطش رو داریم، چون این چند تا نقطه رو داریم، میایم به این نقطه که محور افقی رو قطع میکنه که بهش ریشه میگن، بهش طول از مبدأ میگن، چون فاصله طول و عرض دیگه مثل عرض از مبدأ، به این میگن طول از مبدأ. طول از مبدأش رو پیدا میکنیم، این نقطه میشه منهای 273.15. بنابراین کلوین هم رو حساب کتاب ساخته شده، کلوین رو از اینجا فهمیدن که جاییه که حجم گاز میشه صفر. بعد میگم بچه دیگه از این سردتر نمیشه دیگه، حجم گاز که نمیتونه منفی بشه، وقتی حجم گاز میشه صفر که مولکولا دیگه اصلا ارتعاش نداشته باشن، با هم برخورد نکنن که حجم زیادی اشغال کنن، دیگه مولکولا از ارتعاش بیستن، دیگه ارتعاش نکنن، این سردترین دمای ممکنه. اگه دماسنجی با معیار جدید بسازیم، یه دماسنج جدید مثلا دیگه سانتیگراد نباشه، حسن بیاد یه دماسنجی بسازه اسمشو بذاره حسنگراد، برای یافتن دماهای متناظر. بچه متناظر یعنی این مال اون، همونی که ما تو فارسی بهش میگیم جفتشه، این جفت اینه، پارتنرشه، لنگشه. مثلا یه جوراب دارین، لنگه این جورابو میگردین تو کمدتون پیدا میکنین لنگش میشه این، این میشه متناظر این. اوکی؟ برای یافتن دمای متناظر باید ابتدا دو نقطه متناظر را بلد بشیم. یعنی چی دمای متناظر؟ فرض کنید من دو تا دماسنج دارم، این مثلا دماسنج سلسیوس، اینم حسنگراده، یه دونه دماسنج جدیده، میخوام بدونم اگه این 12 باشه این میشه چند؟ به این دو تا نقطه میگن متناظر، یعنی دمای این تو اون چنده. اوکی؟ میگم اگه بخوایم همچین چیزی رو پیدا کنیم که بفهمیم دمای این تو اون چنده، اول باید دو تا نقطه بلد باشیم، بعد نقطه سومو خودمون بفهمیم، بعدش ما نقطه سومو میفهمیم. چرا؟ به خاطر اینکه معادله خطه. وقتی ما میگیم معادله دما سنجا درجه 1 دقیقاً عین خط. بچا شما اگه یه خط بخواید رسم کنین، اول باید دو تا نقطه بلد باشین که خطش رو رسم کنین، بعد که رسم کردید دیگه نقطه سومو خودتون خط رو ادامه میدین پیداش میکنین. دو تا نقطه بلد باشین کافیه، یعنی دو تا نقطه رو به شما میدن سومی رو میپرسن. خب الان دیگه بچه‌ها میخوایم بریم توی تست زدن حرفه‌ای. این یه مقدمه آموزشی بود، حالا میخوام یادتون بدم چجوری تست بزنید. یکی از قسمت‌های مهم گرما غیر از آب و یخ و فلز که قبلا یادتون دادم، پیدا کردن دماها تو دماسنجای مختلفه. اینم خیلی احتمال داره سوال کنکورتون باشه، خوب گوش کنید، میخوام قشنگ به طور حرفه‌ای یادتون بدم از هر جنبنده‌ای سریع‌تر بتونید تستاشو بزنید، ولی الان باید خوب گوش کنید. ما دو راه داریم برای اینکه سوال‌های دماسنجو حل کنیم. راه اول معادل خط، بچه این راه اصلیشه، چون باید معادل خطشو بنویسین. بین هر دو دماسنجی بخواین رابطه بنویسین، یه رابطه خطیه، مثل ایگرگ میشه آ ایکس به علاوه بی، و اگه دلتاشو بخوان میدونید که دیگه اون عدد ثابته مهم نیست، یعنی دلتا تتا میشه آ دلتا ایکس، اینو که قبلا گفته بودم، الان فقط مکتوبشو داریم میبینیم.
با صدق دادن دماهایی که بلدیم، اون دو تا دمایی که صورت مسئله بهتون میده، شما معادله رو می‌نویسین، دیگه تو هر دمایی میتونید تو معادله جاگذاری کنید به دست بیارید. من از اینا براتون تست میزنم، اول تئوریشو میگم بعد میریم تو تست، میگم حالا ببین تو کار اینجوری میشه. دومین راهش اینه که بچه ها از تناسب استفاده کنید. تناسب یعنی چی؟ دو تا دماسنج به هم میدن، مثلا دماسنج سلسیوس و دماسنج دلخواه ایکس، دو تا عدد بهتون میدن، مثلا میگن توی این اگه تتا یک باشه تو اون میشه ایکس یک، این میشه متناظرش، توی این اگه تتا دو باشه تو اون میشه ایکس دو. این دوتا رو طراح میده. سومی رو از تو میپرسه، میگه خب حالا با هم بگو ببینم اگه دمای این تتا باشه دمای اون چنده؟ اینجا از روشی میخوایم استفاده کنیم که همون تشابه مثلث است، همون تالسه. خوب گوش کنید بچه‌ی من، این مثلث، اینم یه خط موازی، موازی با ضلع سوم. همونطوری که شما میتونید توی مثلث‌ها بنویسین این ضلع به این ضلع میشه این ضلع به این ضلع، همینو اینجا میتونید انجام بدید. ببین بچه‌ها این کوچیکه، خب ارتفاعش میشه تتا یه منهای تتا یک، اینا به این بزرگ